و اونی که ریخته شده بود و پایین آمده بود اون برداشته میشه و هرچند پیشتر میره قیمت بیشتری پیدا میکنه. عاشورا صحنه غرباله، صحنه غربال کردنه. لذا در عاشورا یک کسانی صعود کردند و یک کسانی پایین آمدند که اینا روسفیدان عالم بودند و کسانی اون بالا موندند و جولان دادند و پایکوبی کردند که اینها پوسته های عالم بود، بیمغز های عالم بود، ولی اینجوری نمون. دیدید که نمون، شاهدید که نمون. اساسا راه خدا اینطوریه، در راه خدا ابتدایش با انتهایش یک چنین وضعیتی شما شاهدید. راه خدا اول نداره، آخر داره. اولش خرابیه، اولش ویرانیه، اولش درهم شکستنه، آخر داره. قرآن میگه والعاقبتو للمتقین، اهل تقوا آخر دارن، اول ندارن. اولش سقوطه، تنزله، افتادن ولو حسین ابن علی باشی، ولی آخر داره. مثل کوچه باغ ها میمونه. دیدید کوچه باغ ها چقدر تنگ و ترش و باریک و پر سنگلاخ و پر دست انداز و ایناست؟ میری جلو میری جلو آخرش میرسی به یه باغ. تو اون باغ چشمه هست، سایه بید هست، انواع درختان هست، تمام خستگی را از تنت بیرون میکن. حافظم همین رو میگفت، میگفت عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. همه اینا جبران میشه، همه اینها تلافی میشه. راه خدا اینطوریه، عشق زول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. خود این غرباله که هر کسی این طرف نیاد. اینه که روز عاشورا سید الشهدا و اصحاب میفرمود صبرن بن الکرام، صبوری کنید، بیتابی نکنید، بیقراری نکنید. یعنی الان رو نبینید. بله الان یزید بالاست، عمر صد بالاست، شمر بالاست، ما پایینیم، ولی الان نبینید. اینجوری نمیمانه و نمان نمان. اینا پایکوبیشون و هله هلهشون همون روز عاشورا بود، همون ساعتها بود، تمام شد. از وقتی که به راه افتادن 40 منزل در کوفه و شام اینا فرود آمدن، هیچ کجا نتونستن بساط شادیشون رو تا به آخر برسون. هر کجا شروع کردن به هم خورد، به نوعی به هم خورد و تبدیل به عزا شد. سرهای شهدا وارد مسجد جامع کوفه کردن. زینب کبرا بود، زین العابدین بود، ابن زیاد رفت بالای منبر سخنرانی کرد. الحمدلله الذی اظهر الحق
و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب حسین ابن علی و شیعته. خدا رو ستایش کرد که یزید امیر المؤمنین با حزبش پیروز شد، جسارت کرد به ساحت سید الشهدا و وجود نازنین امیر المؤمنین. یه وقت یک پیر مرد نابینایی بلند شد، فکر نمی کرد نفس کسی باشه، بلند شد گفت که الکذاب انت و ابوک و من ولاک و ابو، دروغگو خودتی، دروغگو پدرت هست، دروغگو اون کسی است که تو را گماشت و دروغگو پدر اوست. تقتل اولاد النبیین و تتکلم بکلام صالحین، بچه های پیامبران رو کشتی و حالا مثل آدم های درست حسابی حرف میزنی. الحمدلله، خدا رو ستایش میکنی، تو خدا رو میشناسی. گفت من المتکلم، این کیه که داره با من اینجوری گستاخانه حرف میزنه؟ گفت انا المتکلم یا عدو الله، منم که دارم با تو حرف میزنم ای دشمن خدا. این عبدالله ابن عفیف ازدی بود، از یاران امیر المؤمنین بود، در جنگ جمل یک چشمش رو از دست داد، در جنگ صفین یک چشمش از دست داد، نابینا شده بود. کارش این بود صبح تا شب می آمد تو مسجد کوفه نماز می خوند، ذکر خدا می گفت. جلسه به هم ریخ، ابن زیاد رفت گفت سری این رو بیاریدش، بردندش. گفت تو بودی مجلس ما رو به هم ریختی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت خودت شروع کردی. گفت نظرت درباره قتل عثمان چیه؟ چون اون وقتا تو می‌خواستن یک کسی رو به بهانه سر به نیز کنن مسئله عثمان رو مطرح می‌کرد. گفت ابن زیاد عثمان مرد و تمام شد و رفت، از پدرت بپرس تا بگم پدرت کی بود و تو از دامن چه کسی برخواستی، چه کار عثمان داری؟ گفت من تو رو می‌کشم. گفت عجب، ابن زیاد هنوز به دنیا نیامده بودی، من در رکاب امیر المؤمنین شمشیر می زدم. وقتی چشمانم نابینا شد تصور نمی کردم دیگه باب شهادت روی من باز بشه. همیشه در دعاها از خدا فیض و فوز شهادت رو طلب می کردم، ولی امروز خدا می خواد اون دعای 30-40 ساله من رو دست تو اجابت کنه. چه افتخاری بالاتر از این. و او رو کشت. جلسات اینها اینجوری از هم میپاشید، دوامی هم پیدا نکردن بعد از ماجرای عاشورا. خود یزید 4 سال و 9 ماه بیشتر حکومت نکرد، اونم با چه خون دلهایی، با چه توهین ها و احانت های، با چه خفت ها و خاری های. مرگش هم مرگ عجیبی بود. حالا نقل ها مختلفه، یک نقل معروفش اینه که رفته بود با همراهانش برای شکار، یه وقتی آهوی میبینه میگه این آهو رو خودم میخوام شکار کنم، هیچ کس نیاد. میپره روی اسب و این آهو رو دنبال میکنه، آهو میره اینم میره، آهو میره اینم دنبالش، بهش نمیرسه، تشنه میشه، به یک خیمه میرسه، به اون صاحب خیمه میگه آب داری به من بدی؟ میگه آره. یه پیاله آب میده دستش، بهش میگه اگر منو میشناختی اینجوری آب به دست من نمیدادی، ادب میکردی، احترام میکردی. میگه مگه تو کی هستی؟ میگه من یزیدم. میگه یزید قاتل حسین؟ شمشیر خود یزید رو میکشه،
به سمت یزید میکشه، به یزید نمیخوره، به اسب میخوره، اسب میترسه، رم میکنه، پا به فرار، بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین. یزید میفته، یه پاش تو رکاب گیر میکنه. اینقدر این اسب تو این سنگلاخ ها میره 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 که میگن از یزید فقط یک ساق پا مون و تمام شد و رفت. این همه جنایت برای این مدت، رنگ شادی اینا ندیدن، روی خوشی اینها رو ندیدن، ولی از اون طرف، از اون طرف چه شکوهی، چه عظمتی، دستگاه سید الشهدا، بارگاه سید الشهدا پیدا کرد. بالا رفتن، همه که افتاده بودن اونجا چه اوجی گرفتن. چرا؟ چون خدا رو بالای سر خودشون دیده بودن. مگه میشه خدا بالا باشه شما پایین باشی؟ شما رو بالا نکشه. اینا خدا رو بالای سر خودشون میدیدن. عرض کردم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، السلام نام خداست، یعنی خدا بالای سر شماست. مگه میشه خدا بالای سر کسی باشه و اون پایین باشه و اون رو بالا نکشه؟ خود شما یه بچه میفته، وقتی بالا سرش میرسی بلندش میکنی. مگه میشه خدا حبیبش رو، یارش رو، نازنینش به زمین بیفته و بلندش نکنه؟ امکان نداره. اهل بیت خدا رو بالای سر خودشون میدیدن، به خاطر همین دنیایی از وقار بودن، دنیایی از مروت و جوانمردی و فتوحت بودن. این جوانهایی که شب میرن برای خواستگاری، تازه دامادن، دیدید دیگه چقدر باوقارن، چقدر سنگینن، چقدر حساب شده می نشینن، حساب شده حرف می زنن، حساب شده نگاه میکنن، خیلی مراقبن، خیلی مواظبن. اطرافی ها اینطوری نیستن، همراه ها اینطوری نیستن، همه جوک میگن، شوخی میکنن، مزاح میکنن، دست میاندازن، ولی این خیلی آرام و متین نشسته. چرا؟ چون میدونه تحت نظره، میخوان انتخابش بکنن، روی یک حرکتش ممکنه تصمیم بگیرن، روی یک حرفش ممکنه تصمیم بگیرن، ولی بقیه نه، بقیه خودشونو زیر نظر نمیبینن. مولوی شبی که برای خواستگاری پسرش رفته بود، دیده بود که پسرش خیلی آرام و قرمتین گوشه نشسته، خیلی سنگین، رنگین، آدابدان. آرام آرام تو گوشش گفت پسرم همیشه چنان باش که امشب میبینم خیلی متینی، خیلی آرامی، خیلی حساب شده حرف میزنی، حساب شده برخورد میکنی. پسرم همیشه اینجوری باش. یکی اون بالا نشسته داره تو رو میبینه، تو رو رصد میکنه، روی حرفات تصمیم میگیره، روی نگاهات تصمیم میگیره، روی برخوردات تصمیم میگیره. همیشه چنان باش که میشه. اهل بیت اینطوری بودن، چون خدا رو بالای سر خودشون میدیدن. لذا یک مردمی بودن، ترسو نبودن اما ترسان بودن، میترسیدن از خدا، میترسیدن مبادا از چشم خدا بیفت، مبادا نگاه خدا از اینها گرفته بشه. مردمی بودن که تا خلوتی پیدا میکردن سر به سجده میشدند و گریه میکردن. وجود ناظرین امام حسین علیه السلام فرمود ما دخلت علی ابی قط الا وجدته باکیا، هیچگاه بر پدرم وارد نشدم مگر اینکه او را گریان دیدم. هر وقت پدرم یک گوشه خلوت میکرد شروع میکرد به گریه کردم، چون خدا رو بالای سر خودش میدید. السلام علیکم، خداوند بالای سر شماست، یا اهل بیت نبوه. گفتم اهل بار خودشو داره،
معنای خودش داره. یعنی شما مردمان اهلی بودید، به هر کجا رسیدید اهلیتش داشتید و اون چیزی که به شما اهلیت داد اخلاق بود. اخلاق سخاوت، سخاوتمندی، گشادگی دست موج میزد در این خاندان. مر الحسین ابن علی به راین، یه وقتی امیرمون کنار یه چوپانی عبور میکرد، تا چوپان امام حسین رو دید، فهد الرای الیه شاطن، یه گوسفندی از وسط گوسفندا سوا کرد، به امام حسین عرض کرد این هدیه برای شما. فقال له الحسین علیه السلام حر انت ام مملوک، تو آزادی یا برده هستی؟ فقال مملوک، گفت نه من برده هستم. فرد الحسین علیه، امام حسین فهمد نه این گوسفند برای خودت باشه. فقال له المملوک انها لی، حسین جای مال خودمه، مال اربابم نیست. فقبلها من، حضرت گفت باش برای من. ثم اشترا، آدرس اربابشو گرفت رفت پیش اربابش، گفت این غلام تو به من میفروشی؟ گفت آره. گفت این گوسفنداش هم به من میفروشی؟ گفت آره. همه را یک جا خرید، آمد پیش غلام، گفت تمام این گوسفندا مال خودت، خودت هم آزاد. ثم اشترا و اشترا الغنم فاعتقه و جعل الغنم له، مردمان سخاوتمندی بودن، این بود که اینها رو اهل کرده بود، اهلیت بخشیده بود. در یک خانه ای رد می شد، تشنه بود، از یک خانومی آب خواست، یک پیاله آب بهش داد، قبل از اینکه پیاله آب رو بگیره انگشتری از دست خودش بیرون آورد، گفت این هدیه هم از من بپذیرید. اون کنیز شاخه گلی به امام حسین داد، شاخه گل که گرفت گفت تو آزادی، من تو را آزاد میکنم. یه کسی گفت بابا کاری نگه، یه شاخه گل توی صحرا چید به شما دام و اون قرآن رو نخوندی؟ اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگه کسی به شما محبت کرد شما به اون محبت بیشتری داشته باشید. او به من احترام کرد، شاخه گلی به من دام، حالا من اگر بخوام به او احترام بکنم و احترامی بهتر از او، چه بهتر از این که او رو آزاد کنم. این بود که اینها رو اهل کرده بود، مردمان کریمی بودن. کرامت اینها تا اونجایی بود که حتی دشمن هم بر او صحه میگذاشت و شهادت میداد. حتی شمر گواهی داد روز عاشورا به کرامت سید الشهدا، وقتی که دستور داد به خیمه های حرم حمله کنن پیش چشم امام حسین تا بیشتر آتش بگیره. فصاح بهم الحسین، امام حسین فریاد کرد وی حکم، وای بر شما، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه، وای بر شما، اگر شما دین ندارید، اگر شما ترس و حراسی از مرگ و قیامت ندارید، لااقل در این دنیا آزاد مرد باشید، جوان مرد باشید. ورجعوا الی احسابکم، به نیاکان خودتون برگردید، ان کنتم عربا، اگر واقعا عربید. عربهای اصیل اینجوری نبودن، اینقدر نامرد نبودن، اینقدر ناجوان مرد نبودن. فناداه الشمر ماذا تقول یا حسین، شمر گفت حسین چی داری میگی؟ قال اقول، فرمود من میگم، انا الذی اقاتلکم، منم که با شما دارم میجنگم، و تو قاتلونی، شما هم که دارید با من میجنگید. و النساء لیس لکم علیهن جناح، این زن هایی که گناهی ندارن، این بچه ها که گناهی ندارن. فمنعوا قطاتکم و تقاتکم و جهالکم عن التعرض لحرمی ما دمت حیا،
به این سرکش ها بگو لااقل تا وقتی که من زنده ام این کار نکن. میدونم بعد از من این کار خواهید کرد، ولی پیش چشم من این کار نکن. هر کاری میکنید با خودم بکن. فقال شمر لک ذالک یا ابن فاطمه، گفت حق با توست، راست میگی. ثم صاح شمر به اصحابه، بعد شمر فریاد کرد، نهیب زد به یارانش، فقال الیکم ان حریم الرجل، از حریم این مرد فاصله بگیرید، وقصدوه فی نفسه، برید سراغ خودش، کار خودش رو تمام کنید. بعد این جمله گفت فلعمری انه لکفو کریم، به خدا قسم که این مرد مرد بزرگواری است. ما داریم یک کریم رو به زمین میزنیم. گواهی میدادن به کرامت و آقایی و بزرگواری، نمیتونستن این کار کنن. مثل روز روشن بود، مردمان اهلی بودن، مردمان اهلی بودن و برای نااهلها دل میسوزند. یکی از اهلیت های اینا این بود، دل میسوزندن برای نااهلها. میدونید شب عاشورا فرمود میخوام با عمر سعد دیدار کنم، حالا تا سوهای عاشورا. پیکی فرستادن به عمر سعد، گفتن امام حسین میخواد با تو دیدار کنه. گفت بیا. حضرت با ابوالفضل عباس، با علی اکبر، با چند تا از اصحاب رفتن. عمر توی خیمه بود، حضرت رفت نشست و بهش گفت که وی حک، وای بر تو یا ابن سعد، اما تتقی الله، از خدا نمی ترسی که تصمیم گرفتی با من بجنگی؟ و انا ابن من علم، تو میدونی من پسر کی هستم؟ من پسر رسول خدا هستم، من فرزند فاطمه زهرا هستم. فترک هاولا و کن معی، بیا اینا رو رها کن، بیا با من باش. و انی اقربک الی الله عز و جل، من به تو قول میدم، من تو رو به خدا نزدیک میکنم. فقال له عمر بن سعد ابا عبدالله اخاف ان تهدم داری، یه خونه دارم میترسم اینا خرابش کنن. فقال له الحسین علیه السلام انا ابنی حالک، ناراحت نباش، من یه خانه خوب برات میسازم با پول خودم. فقال اخاف، گفت میترسم که اینها یه مزرعه ای دارم، اون مزرعه من رو خراب کنند و از من بگیرن. ان تؤخذ زیعتی. فقال الحسین علیه السلام انا اخلف علیک خیرا منها، من یه مزرعه بهتر به او نسبت به او به تو خواهم داد. فلم یجب عمر الی شیء من ذلک، عمر هیچ جوابی به سید الشهدا نداد و حضرت بلند شد و از خیمه فاصله گرفت. دوست داشت حتی عمر سعد رو هم نجات بده. این بود که اینها رو اهل کرده بود، اهلیت بخشته بود، می سوختن برای نااهل ها. وقتی که شمر آمد بالای سرش، فزه کبله و قبض به لحیت شریفی، محاسنش رو بالا برد و خنجر بگذاره. فزه کل حسین، امام حسین تبسم کرد، خندید، بعد فرمود اتقتلونی، میخوای منو بکشی؟ لا تعرفونی، تو منو نمیشناسی، تو نمیدونی خنجر داری روی گلوی چه کسی میگذاری. شم نکن این کار، تو این کار نکن. السلام علیکم یا اهل بیت. خب بیتم یعنی خانه، یعنی خانواده.
اهل بیت یعنی کسانی که اهلیت دارن در خانه پیامبر کنار هم قرار بگیرن، به اینا میگیم اهل بیت. چون هر چیزی کنار هم جنس خودش باید قرار بگیره. تبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین، زین تجانس زینتی آمیخته. توی عطاری ها میری میبینی گلهای سرخ کنار گلهای سرخ، نعنا کنار نعناست، زیره ها کنار زیره هست. تو گل فروشی ها که میری هر گلی کنار همجنس خودشه، گلهای روز کنار گلهای روز هستن، گلهای دیگه کنار هم جنس خودشون هستن. هر چیزی کنار هم جنس خودش توی این عالم قرار میگیره. قرآن هم میگه طیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. این خانوم ها ظرفای کثیف رو کنار ظرفای کثیف میذارن، ظرفای تمیز رو کنار ظرفای تمیز میذارن. اینجوریه دیگه، هر چیزی کنار هم جنس خودش. تو خانه پیامبرم همه اهلیتی ندارن کنار هم قرار بگیرن، کسانی اهلیت دارن که از سنخ و جنس هم باشن. و اون چیزی که اینا رو کنار هم قرار میده عصمت، طهارته. به همین خاطر 5 نفر بیشتر نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. این 5 تنن که با هم جنسیت و سنخیت دارن. لذا ما به اینا میگیم اهل بیت. اهل سنت تا اینجاش قبول دارن، اونا میگن این 5 تن اهل بیت. ولی اونا میگن علاوه بر اینها همسران پیامبرم اهل بیتن، کسانی هم که با این خانه و خانواده یک ارتباطات خاصی داشتن اونها هم اهل بیتن. شیعه میگه نه، اون چیزی که اینا رو کنار هم میچینه عصمته و عصمت مال این 5 تاست. و اگر قرار باشه کسان دیگری کنار اینها قرار بدیم، اونا هم باید عصمت داشته باشن. لذا معصومین دیگر، ائمه دیگر میتونن کنار اینها قرار بگیرن. اینه که نگاه شیعه اینه که اهل بیت یعنی 14 معصوم. به حکم قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. به حکم این آیه و صراحت آیه میگن فقط این 14 تن میتونن اهل بیت باشن، چون عصمت داشتن همه اینا. عصمت از چی؟ این آدم های معصومی بودن، خود نگهدار بودن از گناه و از فکر گناه. نه تنها گناه نمی کردن، حتی فکر گناه هم نمی کردن. پس این که میگیم اهل بیت معصوم، عصمت به همین جا تمام نمیشه. عصمت از گناه و از فکر گناه و از هر گونه خطا و لغزشی، اینه که اینا رو منحصر میکنه. هیچ گونه اشتباه اینا در زندگی خودشون مرتکب نمیشه. لذا میگیم اهل بیت نبوه. نبوه یه ریشش نبوه است. نبوه یعنی برتری، رفعت، بلندی. اینها خاندانی هستن که برتری دارن بر دیگران. به خاطر چی؟ به خاطر این جنس عصمت از گناه و از فکر گناه و از هر گونه خطا و لغزش. خب عرضم تمام. صلوات خدا بفرمایید.